فراخوان فوری دارالوکاله و نمایندگان قانونی مجاهدان لیبرتی به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، ضرورت بازگرداندن فوری آنان به اشرف و اعلام بلادرنگ استاتوی پناهندگی برای تمامی مجاهدان اشرف و لیبرتی. آقای آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، 13 فوریه 2013. به عنوان وکیل ساکنان اشرف و لیبرتی در عراق برای شما نامه می نویسیم. حمله موشکی 9 فوریه 2013 علیه کمپ لیبرتی، ضربه پذیری این کمپ و ساکنان آن را به نمایش گذاشت. توجیه یونامی برای بی‌خانمانسازی اجباری ساکنان از اشرف به لیبرتی، تأمین امنیت ساکنان در حین بازتایید استاتوی پناهندگی بود. اکنون بر همگان عیان است که رسیدن به این هدف شکست خورده و حداقل‌های امنیت و حفاظت هم برای ساکنان تأمین نشدند. فی الواقع به دلیل شرایط کمپ لیبرتی و به طور خاص فقدان امنیت و حفاظت کافی، ساکنان حتی بیشتر از قبل در معرض خطر هستند. ساکنان به عنوان پناهنده و پناهجو از سوی کمیساریای عالی پناهندگان شناسایی شدند. علت وجودی کمیساریا و دستور کار آن، تأمین حفاظت بین المللی برای آنان، بی هیچ گونه ربطی به یونامی یا یادداشت تفاهم امضا شده بین یونامی و دولت عراق است. نه ساکنان و نه کمیساریا امضا کننده یادداشت تفاهم نیستند. بنابراین یادداشت تفاهم نمیتواند بر دستور کار کمیساریا برتری یابد و آن را رد کند. علاوه بر این، یادداشت تفاهم غیرقانونی است، زیرا ناقض قانون 1969 کنوانسیون وین در مورد توافقات است و ماده های 51 و 52 این قانون را نقض می کند. کوبلر تایید کرده است که او یادداشت تفاهم را امضا کرده به دلیل تهدیدات حمله علیه اشرف. بنابراین این توافق ملغاست، زیرا تحت تهدید و ارعاب امضا شده و هیچ گونه ارزش قانونی ندارد. یادداشت تفاهم نمیتواند به عنوان پایه‌ای برای تعیین سیاست کمیساریای عالی پناهندگان باشد. کمیساریا باید بر طبق وظایف خودش در حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی هدایت شود. کمیسر عالی گرامی، طبق گفته‌های بالا ما محترمان تقاضا می‌کنیم که کمیساریای پناهندگان طبق دستور کار خودش فوراً مسئولیت کامل در مورد تمامی زوایای حفاظتی انسانی و حقوق انسانی اشرف و لیبرتی را بر عهده بگیرد. با توجه به این واقعیت که یک سال از شروع پروسه تعیین استاتوی پناهندگی می‌گذرد و با توجه به این واقعیت که حدود 2000 تن از پناهندگان پروسه تعیین استاتو را طی کردند و با در نظر گرفتن واقعیت آنچه که در حمله 9 فوریه 2013 دیده شد، ساکنان با تهدیدات فوری و جدی روبرو هستند. از شما تقاضا می‌کنیم که کمیساریا فوراً استاتوی پناهندگی تمامی ساکنان کمپ اشرف و لیبرتی را اعلام کند و این اقدامی است که به امنیت ساکنان کمک خواهد کرد. در حالی که جستجو برای یک راه حل قابل قبول و دائمی برای حفظ جان تمامی پناهندگان در جریان است، ما مصرانه از شما می‌خواهیم تا با مداخله شخصی خود به عنوان کمیسر عالی پناهندگان از بازگشت آنان به کمپ اشرف حمایت کنید. این اقدام مبرمی است که حجم جمعیت را در لیبرتی کاهش می‌دهد و در نتیجه شانس بهتری را برای حفظ حیات ساکنان در صورت حمله دیگر تأمین می کند. ویلیام بوردون